بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. دیروزی که از دوستان تلفن کرد به من از تهران که یه مقایسه کرد بین مکتب امام حسین، دانشگاه سید الشهدا، با دانشگاه‌هایی که تو دنیا هست. چند تا چیزی گفت، من خوشم اومد، نوشتم، بعدم خداوند یه چیزایی به ذهن خودم انداخت و آوردیم تا 21 نمونه فرق بین، البته شما فکر کنید ممکنه چیز دیگه هم به ذهن شما بیاد. یکی که دانشگاه دیگه همه جا شعبه نداره. حالا فرض کنید دانشگاه آزاد که یه خود دستش باز بود، گیر دولت نبود، تازه لبنان یه شعبه زده بود و افغانستان مثلا یه شعبه زده بود. دانشگاه امام حسین همه جا شعبه داره، خیلی مهمه. رفتم آفریقا، زیمبابوه، پرسیدم اینجا مسلمون؟ گفتن مسلمون هستن ولی اهل سنتن. گفتم شیعه؟ گفتن یه زن شوهر شیعه هست. گفتیم بقیه ها مسلمان هم ولی شیعه یه زن شوهرن. گفتیم خب ما آدرس گرفتیم رفتیم بازار ببینیمشون. گفتن خونش کجاست و بالاخره پیداش کردیم. دیدیم بله، یه پیرمرد 70-80 ساله بود، از هند هجرت کرده بود آفریقا. گفتم شما یه زن شوهر شیعه چه میکنید؟ اسم بچه ها چیه؟ گفتم اسم بچه هاشو چه؟ با تعصب گشته صادق، باقر، تحت تأثیر قرار گرفتم. ما تو ایران میگیم نه علی نمیخوام، چون علی داداشم علی داره، فاطمه خواهر من فاطمه داره. خب برای داداش دادم یخچال داره، خواهر دادم تلویزیون داره، چطور اونجا نمیگیم نمیخوایم؟ تو همه خونه فاطمه باشه، تو همه خونه علی، زهرا، حسن، اسم بچه ها صادق، کاظم، علی. خیلی خوش اومد. گفتم خب شما شیعه بودنتون رو چجوری حفظ میکنید؟ گفت شب عاشورا رو ما تاریخش رو نگه داشتیم. من میشینم، خانمم با 4 بچه ها میشینه، میرم رو صندلی میشینم، روزه میخونم، او 4 نفر گریه میکنن. بعد خانمم رو صندلی میشینه میخونه، من گریه میکنم. یعنی روزه یه نفره در قلب آفریقا خیلی مهمه. دانشگاه های دیگه شعبه هاشون محدوده. یک. دوم، برای شرکت کنندگان هیچ هزینه ای داره. شما هر دانشگاه خواسته باشی بری باید هزینه کنی. روزه امام حسین هیچ هزینه داره، صاف بیا تو. آزمون نداره، کنکور نداره، ورودی نداره، مصاحبه نداره، تحقیقات نداره، گزینش نداره، سابقه نداره که شما قبلا کجا بودی. به تو چه؟ من سابقا جای بدی بودم، الان مدام روزه امام حسین. یه بنده خدای بود روزه میخوند، رسمشی بود نماز مغرب، زیارت مثلا عاشورا، واعظ سخنرانی میکرد، یه عزاداری میکردن، آخرش هم شام میدادن. سر کوچه یه مش لات بودن، اینا نه نماز شرکت میکردن، نه روزه، نه عزاداری، فقط وقتی سفره پهن میشد میمدن تو. صاحب خونه یه رو گفت که شما خجالت نمیکشید روزه امام حسین؟ هیچ مراسمش شرکت نمیکنید، فقط برای شام میایید؟ اینا هم بشو برخود. گفت میریم. نشستن خونه حاج آقا، رفتن بیرون. شب امام حسین آمد به خواب این صاحب خونه، گفت اینا در طول سال که نمیان، چون روزه هست میان، اینا مهمون منن، شما چرا مهمون منو رد کردید؟ کسی نمیگه سابقه چی بوده. سابقه، ظاهر چه قیافه‌ای داری؟ نه، تعداد دانشجوهای امام حسین بی نهایته، دانشگاه محدودن. تعداد دانشجوهای امام حسین زیادن، حتی اهل سنت. من یه سال عاشورا سنندج بودم، امام جمعه سنی سنندج، یک روزه خوب امام حسین، یک عشق گرفت، یک عشق گرفتم.
اونها محبت اهل بیت رو قبول دارن. یه روز بچه دختر من به من گفت بابا جون بیسکویت بخر. گفتم باشه چشم. رفتم بیرون و پول نداشتم، یادم رفت، به هر شکلی بود نخریدم. تا در زدم اومدم تو، این دختر دو سه ساله دوید گفت بابا بیسکویت خریدی؟ گفتم نه. گفت بابا بده. گفتم نه بابا خوبه. گفت بابا بده، بابا بده، هی ذکر گرفت بابا بده، بابا بده، دور خونه رفت و ذکر گرفت. ما یه بچه رو بغلش کردم گفتم دوست دارم. گفت بیسکویتت کو؟ من فهمیدم محبت بدون بیسکویت و بچه سه ساله قبول نمیکنه. چطور میگه یه علی دوست دارم ولی خمس نمیدم، زکاتم نمیدم، نمازم نمیخونم؟ آخه یه کسی که دوستش داری، شما امشب به خانمت بگو دوست دارم، میگه فردا بریم بازار. اگر گفتی دوست دارم بازار نبردیش، میگه دروغ میگه. اصلا چرا به مهریه میگن صداق؟ مهریه دو تا استاره، یکی میگن مهریه، یکی میگن صداق. یکی به مهریه میگن صداق یعنی این مهریه نشونه اینه که دوماد عروس رو دوست داره، پاشم خرج میکنه. تعداد دانشجوهاش بی نهایتن امام حسین. شما نگاه کنید 20 میلیون زائر پیاده برای اربعین بعد از 1300 سال. خب حتی امام حسین در غیر مسلمان ها هم اثر گذاشته. رهبر هندوها، خب صدها میلیون هندو با اسکورت خیلی سلطنتی حرکت کرد، آمد گفت عزای حسین کجاست؟ گفتن اینجا. پیاده شد، کفششو کند، پرچم امام حسین گرفت، تقلید از ما کرد، سینه زد، گفت من حیاتم نزله رو از حسین یاد گرفتم، زیر سم اسب میرم، زیر بار زور نمیرم. خیلی دانشگاه است. این روزه حضرت قاسمی که برادرم خوند، حالا من یادم بیارید آخرش بگم. استاد شش ماهه داره، فارغ التحصیل نداره، 90 سال زن بشی تازه میشه پیر غلامان اهل بیت. ما فارغ، حتی در اسلام ما فارغ التحصیل نداریم. ما خدا به پیغمبرش میگه و قول رب زدنی علما، یعنی چه؟ یعنی پیغمبر تو فارغ التحصیل نیستی. آدم که از تحصیل فارغ نمیشه. حدیث داریم پیغمبر فرمود شبی بخوابم علمم زیاد نشه برای من مبارک نیست. حتی خدا به حضرت موسی میگه برو پادوخیز یه چیزای بلده یادگیر، یعنی موسی یه پیغمبر اولو از بعدم باید بیاد شاگردی کنه. متو شاگردی سر کلاس لازم نی باشه. خز که اومد شاگرد حضرت موسی شد، یه تیکه سوار دریا شدن، سوار کشتی شدن، یه تیکه تو خشکی رفتن، یه تیکه راه رو گم کردن. درس فقط سر کلاس نیست، گاهی آدم از یک حرف درس میگیره. من خودم از دیونه چیز یاد گرفتم. یه دیونه اومد تو مسجد کاشون، مسجد پر بود، یه نگاهی کرد و یه حرف زشتی زد، مثلا فرض کن گفت پدر سوخته. خب خندیدن و دو مرتبه گفت مادر سوخته. هرچی فوش داد مسجدی ها خندیدن. رفت تو مهراب گفت حضرت آقا به تو بودم. بعد اومد صف اول گفت به تو بودم، به تو بودم. بعد وقتی گفت به تو بودم مردم عصبانی شدن، این دیونه رو بغل کردن، مسجد انداختنش بیرون. و من از این دیونه یه نکته یاد گرفتم که سخنان عمومی فایده نداره. بعد گفت به تو بودم. شما 40 سال تو تلویزیون من دیدید، ولی الان که من اومدم کرمان با شما حرف میزنم، این جلسه شیرین‌تر از شیشه تلویزیونه. حالا اگر امشب بیام خونتون دو نفری حرف بزنیم باز خوشمزه‌تره. تبلیغ ولذا یا ایها الناس داریم، یا ایها الذین آمنو داریم، ولی تو قرآن میگیم یا بنیه، پسر جون، یا ابته، پدر جون، قل نسائک که خانم، یعنی غیر از برخورد بین المللی باید برخورد تن به تن کرد. درس های دانشگاه تئوریه، درس کربلا عملیه. در ادب، در احترام، در وفاداری. یوسف 10 تا برادر داشت بی وفا، امام حسین یه ابوالفضل داشت با وفا. خیلی محاسبات به هم میزنه.
به قول اون آقا میگه عقل گفتا که بنوش تشنه لبی، عشق فرمود مگر بی ادبی. عقل گفتا که بنوش جان به لب است، عشق گفتا که حسین تشنه لب است. این وفاداری. درساش جهشیه. بچهای تیزهوش یه مرتبه از کلاس اول میرن سوم، از سوم میرن پنجم، میگن جهشی درس مونده. کربلا جهشیه. هور قهرمان لشکر یزید میشه قهرمان لشکر امام حسین. جهشی دیگه چه فرق داره؟ زمان خاصی نداره. محرم هم که تموم میشه روزهای هفتگی داریم تو خونه، روزهای ماهانه داریم، روزهای نذری داریم. شب عاشورا فقط السلام علیکم و ابا عبدالله نمیگیم. شب قدر هم که مال امیرالمومنین، یکی از اعمال شب قدر زیارت امام حسینه. نیمه شعبان مال امام زمانه، زیارت امام حسین. هر شب جمعه زیارت امام حسین، هر تشنه که میشه زیارت امام حسین، هر نمازی که میخونی مهر کربلا. یعنی زمان خاصی نداره. غرور توش نیست. افراد وقتی لیسانس فوق لیسانس میگیرن یا مثلا مجتهد میشن درجه اجتهاد، بالاخره یک افتخار میکنن. ولی یکی از یاران امام حسین جلو امام حسین وایسید در عاشورا که تیر به امام نخوره وقت نماز. اونقدر تیر خورد که ایشون جون داد. امام حسین بعد از نماز ما بالا سرش گفت ارزیت، از من راضی هستی؟ یعنی جونشو داده ولی مغرور نی، میگه از من راضی هستی؟ ما گاهی وقتا مغرور میگیریم، دو تا کتاب میخونیم، حالا یه کاری میکنیم، اسممون اگر پاک کنن حساس میشیم. دانشگاه امام حسین جون میدن ولی مغرور نیستن. دانشگاه دولتی یه مدرک میدن باد میکنن بعضی هاشون. دانشگاه دولتی جاهل رو عالم میکنه ولی خفته رو بیدار نمیکنه. شما تو دانشگاه که میری، حالا چیز از سوال برسم، ببخشید راستشو بگید، راست میگید دیگه، تو خونه خدا که آدم دروغ نمیگه. دبستانیا احترام و ادبشون به معلم و پدر مادر بیشتره یا راهنمایی ها؟ بگید. دبستانیا راهنمایی ها ادب و احترامشون به معلم و پدر مادر بیشتره یا دبیرستانیا؟ راهنمایی ها. دبیرستانی ها ادب و احترامشون به استاد اینا بیشتره یا دانشجوها؟ دانشجوها سال اولیا بهتره سال دومیا. من پیش نماز مسجد دانشگاه تهرانم، همونجا که نماز جمعه هست شنبه شنبه هست من پیش نمازم، نگاه میکنم سال اولیا بیشترن، بعدی سال دومیا. یعنی هر چی میام بالاتر فاصله مو از خدا و پیغمبر کم میشه. حالا اینا که ما بخونیم خیلیش هم علم نیست، اطلاعاته. مثل کوه هیمالیا چند متره، به تو چه چند متره؟ یه سری محفوظات. دانشگاه جاهل را عالم میکنه اما خواب را بیدار نمیکنه، بی غیرت را غیور نمیکنه. روزه ها شور آفرینه. مقاوم سازه. در دانشگاه امام حسین رو عشق میان روزه. دانشگاه رو برای ترم واحد میگن. اگر پول ندن به استاد سر کلاس نمیره، الا یا الای هم میگم که حق همه ابن ندن. ممکنه اساتید داشته باشیم که عشق ببرزه به دانشگاه و دانشجو، پولش هم ندن بیا. ببینید بعضی های طورن حداقل پولش ندی نمیخونه. دانشجو هم اگر نمره و ترم واحد بشندی نمیاد سر کلاس. یعنی استاد بره پول میگه، دانشجو بره نمره و مدرک میکنه. ولی جلسات امام حسین نه بره پول میان نه بره تر. سر و کار دانشگاه با مغز است، سر و کار روزه ها با قلب و عشقه. حرکت، اطعام، همکاری. یه شب عاشورا اصفهان بودم، یه جلسه عزاداری بود، یه خیمه زده بودن. کسانی که نمیتونن اطعام سنگی کنن، هر که داره مثلا یک کیلو برنج می آورد، نیم کیلو برنج می آورد، یه بسته چای می آورد،
اینا رو جمع میکردن بعد نه دو تن برنج شد و ختم دن. یعنی لازم نیه یه بانی پیدا کنیم از اوقاف و یا بانی و نظری، نه، یعنی هر که هرچی داره اطعام میکنه. در دانشگاه ها ممکن انسان ناامید بشه، مایوس بشه، در روزه ها و عزاداری ها هیچ وقت انسان مایوس نمیشه. در دانشگاه ها علم هست، آرامش نیست. در کربلا آرامش بود. یعنی واقعا نگاهمون به روزه نگاه بگه مکتبی باشه، مکتب، مقاومت در مقابل طاغوت، ایثار، اخلاص. باید از این جلسه استفاده کرد، از این مسجد باید استفاده کرد. قرآن یه آیه داریم میگه همه اونا که استطاعت دارن برن مکه، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این هر که مستطیع باید بره مکه. خب یه آیه قرآن هم. دو، هر که رفت مکه باید طواف کند. کدوم آیه میگه؟ ولیطوفوا بالبیت العتیق، یعنی دور کعبه بگردید. پس همه پولدارای کره زمین باید برن مکه، در مکه هم همه اینا باید طواف کنند. چه بار؟ 21 بار حداقل. 7 بار بره عمره، 7 بار بره حج، 7 بار بره طواف وداع یا نساء. 3 هفته 23 بار. استثناء نداره، نه. حضرت مهدی هم که هست میره مکه باید 21 بار دور کعبه بگرده. تا اینجاش قرآنی. کنار کعبه یه حجر اسماعیله، یه نیم دایره. مثلا فرض کنید این منبر کعبه، این دست منم یه نیم دایره، وسطش هم بازه، یعنی حق ندارن اینا که طواف میکنن میان بر بزنن، با دور این دست هم بگردن. میگیم خب این کعبه قبول، این نیم دایره چیه؟ میگن قبر اسماعیله. میگم همه پولدارا باید میان دور قبر اسماعیل بگردن؟ میگیم بله. میگم میگه اسماعیل کی بوده؟ میگیم 13 ساله. میگه خب ولی 13 ساله قد مگه؟ میگیم بله. ماجرا 13 ساله چیه؟ این وقتی باباش حضرت ابراهیم بهش گفت پسر جون انی ارا فی المنام انی اذبحک، من پی در پی خواب میبینم که سر تو رو میبرم. این بچه 13 ساله گفت چرا؟ به چه دلیل؟ گفت یا ابت افعل، عربیایی که اونم قرآن، یا ابت، بابا جون افعل ما تو عمر، انجام بده، چرا معطلی؟ خدا گفته ببر سر ما. 100 سال منتظرش بودیم، حالا که به دنیا اومده باد این نوزاد رو تو کوههای داغ مکه بذاریم با مادر تنها ول کنیم بریم، حالا که راه افتاده سر یه نوجوان شده سرشو ببریم. چه امتحانای سختی، چه امتحانای سختی. حاجی اومده مکه میگه آی غلطی، نمیشه روز عید قربون من سرم رو نترشم، یه پولی میدم زلفان به هم نخوره. نگاش کردم گفتم بابا اینجا مکه منا حضرت ابراهیم سر از سر پسرش گذشت، تو از پشم سرت نمیگذری؟ حضرت ابراهیم مأمور میشه اسماعیل رو ذبح کنه، سرشو ببره، دست بچه رو میگیره میخوابوندش. نقل شده که این 13 ساله به باباش گفت چاقو رو که کشیدی رو تو برگرد، ممکنه من دست پا بزنم تو خونه خودم، تو نتونی دوام بیاری و رو تو بر کن که منو نبینی. قرآن بخونم. فلما اسلما، پدر و پسر هر دو تسلیم شدن. و تلهول الجبین، صورت پسر گذاشت رو خاک، چاقو رو گذاشت بگردن نادیناهو، بهش گفتیم ابراهیم چاقو رو بردار نکشی، نمیخواستم خون ریخته شه، میخواستم تو دل بکنی، ببینم دل میکنی یا دل نمیکنی. دم نه دل کندی. خب تسلیم یعنی چه؟ فلما اسلم، قرآن میگه 13 ساله مکه تسلیم شد، 13 ساله کربلا تسلیم نبود. گفت احلا من الاصل. بذار فرق بین تسلیم و رضا رو بگم. ممکنه دکتر به بیمار بگه شما قندت بالا رفته، اگر انگشت پاتو یا مچ پاتو قطع نکنیم میخوره به چشمت، چشمت کور میشه. میگم خب اگر ای طوره بسم الله. تمام اینا که میدن زیر چاقوی جراح، اینا کدوم عاشق نیستن، مجبورن. تسلیمه یعنی چه کنم؟ یک کسی افتاد تو چا، بهش گفتن صبر کن بریم تناب بیاریم، گفت مثلا صبر نکنم چه کنم تو چا؟
حضرت خوب گوش بدید، لب تیز حرف من اینجاست، حضرت اسماعیل تسلیم شد، آیش فلما اسلما، پدر پسر تسلیم فرمود، ولی در کربلا 13 ساله تسلیم نشد، گفت من عاشقم احلا من الاسد. تسلیم، آدم زیر تیغ جراح هم تسلیم میشه، اما شیرین که نی از درد لاعلاجی، اما اگر بیمار گفت احلا من الاسد، خیلی مقام قاسم بالاست، خیلی مقام قاسم بالاست. حالا احلا من الاسد رو بیم ببینیم تفسیر کنیم، یعنی اگر حکومت دست یزید باشه و مسئولین حکومت طرفدار خاندان یزید باشن، مرگ از عسل شیرین تره. یعنی چه؟ کشتن مهم نیست، قحطی مهم نیست، آب نیست مهم نیست، خیمه رو سوزوندن مهم نیست، اسیر رو میکردن مهم نیست، رژیم اگر رژیم فاسدی است، مرگ از عسل شیرین تره. من میخوام بنی امیه حذف بشه نباشه. ببینید یه بچه 13 ساله یه دکتر سیاسی میتونه اینطور فکر کنه؟ یه دکتر سیاستمدار که دکترای چی استاد تمام به قول دانشجوها، استاد تمام یعنی بالاترین درجه علمی رو تو دانشگاه تهیه کنه، اینم در رشته سیاسی، حاضر بگه اگر این حق و ناحق میشه من نیستم، من نباشم بهتره. امیرالمومنین فرمود اگر نتونم حقی رو بگیرم یا باطلی رو محو کنم، حکومت کره زمین، حکومت بر مردم بر من از ترشح عدسه یک بزغال ارزشش کمتره. ما باید ببینیم چه کار میتونیم بهتر انجام بدیم. یه آدمی بود در یه شهری خیر بود، چند تا مدرسه، زایشگاه، درمونگار، آبنبار، مسجد، حسینیه، خیلی کار خیر کرد. منتها به همش هم مینوشت بانی این زایشگاه، بانی این مدرسه، بانی این کجا، اسمشو مینوشت. طوری هم نیست، ولی اصرار داشت که اسمش باشه. اینو یکی از علمای قم که خودش پدرش هم مرجع بود، خودش هم از علماست، پدرش هم از مراجع، برای من نقل میکرد، میگه این بنده خدا از دنیا رفت، گفتن که چه کردی؟ گفت من همه اموالمو در راه خیر دادم. گفتن بله در راه خیر دادی، ولی اصرار داشتی اسمت باشه، دنبال اسمت هم بودی. گفتن پس هیچ؟ گفتن نه، اخلاص نیست، قبول نشد. ای بابا، آخه گفتم پس همه عمر ما هر چی گیر آوردم دادم هیچی به هیچی؟ گفتن چرا، یه کار کردی برای قیامت ذخیره شده. گفت چی؟ گفت کنار قم وایسیده بودی، یه جوونی رسید گفت حاجی آقا تو که همه کار خیر میکنی، بیا منم دومات کن. او زمان با 10,000 تومان میشد دومات شد، اگر 10,000 تومان به من بدی من دومات بشم. گفتی من از کجا هم تو راست میگی؟ قسم خود که والله دومات بشم. در سوخ کنار خیابون قم ساکتو باز کردی، 10,000 تومان شد، اینو جای ننوشتی و هیچ جام نگفتی، یادت رفت. چون ننوشتی خدا نوش، و اونجا چون نوشتی خدا پاک کرد. آخرین جمله شنیدنی. پیغمبر ما وقتی هجرت کرد مدینه، یه بار خواست بیاد یه عمره انجام بده، مردم مکه چون مکه دست مشرکین بود، مردم مکه اومدن بیرون، گفتم نمیذاریم بیاد مکه، دست ما نه، شما رو اجازه نمیدیم بره عمره بیاد مکه. اونجا بنا بود جنگ بشه، صلح شد و اسمش هم صلحش معروفه، صلح با هم بگید حدیبیه. تو صلحنامه نوشتن قرارداد صلحنامه بین محمد رسول الله و مردم مکه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتن که چی؟ محمد رسول الله رو ما قبول نداریم، اگر واقعا محمد رسول الله صاحب تشی بیارید، ما قبول نداریم پیغمبر رسول الله باشه، پاک کنید. اونا که نوشته بودن نمیخواستن پاک بشه، اونا هم گفتن اگر محمد رسول الله باشه ما زیر بار نمیریم. پیغمبر فرمود کدوم کلمه محمد رسول؟ دستش رو گرفتن گفتن اینه. خود پیغمبر محمد رسول الله رو پاک کرد. پاک شد. وقتی پیغمبر محمد رسول الله رو پاک کرد، آیه نازل شد محمدون رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یعنی آیه محمد رسول الله وقتی آمد که خدا محمد رسول الله رو به دست خود رسول الله پاکش کرد. چیز میگه؟ یعنی اگر خودتو پاک کردی خدا مینویسه. خودتو نوشتی؟ بگید یه بار دیگه. اگر ما اسممون رو نوشتیم خدا پاک میکنه، اگر ما خودمون رو پاک کردیم خدا مینویسه، خدا مینویسه. قصه نخوریم که حالا من بودم یا او. البته حرفم که میزنم خودم عمل نمیکنم، چون منم به هر حال تربیت شده قرآنی نیستم، کلماتی از قرآن بلدم، ولی هستن. یه پیرزن یه کاری کرده، من چند سال از این پیرزنه تقلید میکنم. شبا که میخوابه دو رکعت نماز میخونه، میخوابه بهش گفتن این نماز شب که 11 رکعته، این دو رکعت چیه؟ گفت چه میدونم چیه، من میدونم امروز عده مردن، یک میدونم شب اول قبل سخته، دو رکعت نماز خونم میگم خدای نمیدونم کی کجا مرده، ولی هر که مرده امشب شب اول قبلشه، شب اول قبل سخته، خدای رحمش کن. این دو رکعت نماز به کل تبلیغات من میارزه، چون نه تلفن میشنسه. من که میام اینجا باید امام جمعه دعوت کنه، هواپیمان باشه، جلسه‌ام باشه، صدها شرط باید باشه تا من بیام سخنرانی کنم. این پیرزن نه شرط داره، نه دوربین داره، نه اضافه کار میگیره، نه مأموریت داره، نه رقابته، نه خط سیاسیه. بعضیا همه کارشون سیاسیه، اصلا نگاه میکنن هیچ چیز رو طبیعی نمیبینن. خدایا به بی همسرها همسر خوب، به بی مسکنها مسکن خوب، به بیکارها شغل خوب، به مرزا شفا، به کدورتها صفا، توطئه ها خونسا، توطئه‌گران نااهل نابود، سفرها بی خطر بفرما. هرچه به عمر ما اضافه میکنی به معرفت و مودت و اطاعت و عقل و علم و اخلاص و عمق و برکت کار ما بیفزا. و السلام علیکم و رحمت الله.